Okay, all right. این روزها بحث واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد که طی مصوبه در مجلس انجام شده بحث‌های زیادی رو ایجاد کرده و نظرات بسیاری عنوان شده در رد و یا تایید این مصوبه. با توجه به اینکه مناطق آزاد امروز نقش خیلی کلیدی دارن در اقتصاد ملی و ارتباط سرزمین اصلی با اقتصاد جهانی، دعوت کردیم از آقای دکتر جعفر آهنگران، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، که ایشون یکی از قدیمی ترین مدیران مناطق آزاد کشور هستند و یکی از کارشناسان این حوزه. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به شبکه تی وی پلاس. همونطور که مستحضرین، این روزها بحث داغ مناطق آزاد مطرح است که مجلس مصوبه‌ای داشته. خواستم نظر جناب عالی رو در این خصوص بدونم و تا بحث‌های دیگر رو در این خصوص باز بکنم. با نام و یاد خدا، خوشحال هستم که در خدمت شما جناب آقای جمشیدی و همکاران شما در شبکه اینترنتی تی وی پلاس هستم و تبریک میگم به شما بابت راه اندازی این شبکه تلویزیونی اینترنتی. اجازه بدید من اول صورت مسئله رو مشخص بکنم، بعد بحثامون رو پیش ببریم. بر اساس پیشنهاد نمایندگان، ماده‌ای در لایحه برنامه ششم توسعه کشور گنجانده شد. یعنی میخوام بگم که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس وجود نداشت، ولی بنا به پیشنهاد نماینده ها این ماده بهش اضافه شد. این ماده سه تا تبصره داشت. تبصره اولش این بود که محدودیت ایجاد بشه برای وسعت مناطق آزاد و مناطق ویژه، به این ترتیب که مناطق ویژه در سطح 200 هکتاری و مناطق آزاد در مساحت 1000 هکتاری ایجاد بشن. دومین پیشنهاد نماینده ها، یعنی تبصره دوم این ماده، واگذاری مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد دارایی بود. بله. و سومین تبصره این ماده، لغو معافیت مالیاتی مناطق آزاد بود و اختصاص معافیت مالیاتی فقط به بخش صادرات. این سه تا تبصره بعد مشکلات عمده در واقع اصلا یکی از مزایای اصلی مناطق آزاد بود. در تمام دنیا اصلا تو تعریف بین‌المللی اولین مزیتی که واسه مناطق آزاد در نظر میگیرن معافیت‌های مالیاتی همه جانبه هستش. بله. شاید بی مناسبت نباشه اینجا بگم که تو بعضی از مناطق آزاد، حتی کشورهای همجوار ما در مثلا حوزه جنوبی خلیج فارس، حتی معافیت‌های 50 ساله و بیشتر از 50 ساله و بعضاً بعضی از کشورها نامحدود. بله. در نظر گرفتن. خوشبختانه هم اون محدودیت در مساحت مناطق آزاد و مناطق ویژه و هم لغو معافیت مالیاتی رأی نیاورد و از لایحه حذف شد. ولی پیشنهاد دوم نماینده ها که
قرار گرفتن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد دارایی بود با نظر نماینده ها به تصویب رسید. بله جناب آقای جمشیدی، خدمت شما بگم که اصلا این یه حرف جدیدی نبود، یعنی همیشه شاید 15 سال 20 سال هستش که ما همیشه با یک همچین موضوعی درگیر هستیم که مناطق آزاد در زیر مجموعه یکی از وزارتخونه ها قرار بگیرن. حتی بعضی از مواقع مطرح بود در زیر نظر سازمان برنامه بودجه قرار بگیره، وزارت بازرگانی اون زمان وزارت صنایع معادن قرار بگیره. ولی همیشه وقتی که به مباحث کارشناسی کشیده میشد در جلسات کارشناسی و حتی تو دولت مطرح میشد، با نظرات کارشناسی که اعلام میشد معمولا این پیشنهاد حذف میشد، چون مغایرت داشت اصلا با ماهیت ایجاد مناطق آزاد. اصلا ببینید، اصلا کلا من بگم اگه تیتر صحبت من رو بخواید شما داشته باشید اینه که مناطق آزاد یک موضوع فرابخشی هستش، نمیتونه در قالب یک بخش قرار بگیره. اولین مسئله که من میتونم به شما بگم همین هستش. آقا مناطق آزاد ما هم کار تجارت انجام میدن، هم کار صنعت، هم کار خدمات، هم کار تعاونی، در تمام زمینه ها دارن اقدام میکنن. این نمیتونه در قالب یک وزارتخونه قرار بگیره، مخصوصا وزارت امور اقتصاد دارایی که بالاخره اون میخواد هرچه بیشتر مالیاتش رو بیشتر بکنه تا درآمدهای دولت بیشتر بشه. در اینجا مناطق آزاد معاف از مالیات هستند، یعنی بعضی وقتا میتونیم بگیم با بخشی از مأموریت‌های وزارت اقتصاد دارایی هم مغایرت داره. دومین مسئله که من میتونم اینجا مطرح بکنم، ببینید آقای جمشیدی، با قرار گرفتن مناطق آزاد زیر نظر یک وزارت خونه مطمئنن در انجام وظیفه و اختیارات مناطق آزاد محدودیت ایجاد بشه. مگر با مناطق آزاد رو تعریف نکردیم که نقش بین المللی ایفا بکنند؟ بله. مگه بنا نیست که اینا در قالب مزیت‌های قانونی سهم بیشتری از بازار جهانی رو به اقتصاد ایران اختصاص بدن؟ به خصوص الان که بعد از سالها زحمت و تلاش‌های بسیار زیرساخت‌های لازم تقریباً آماده شد. واقعا حرف درستی میزنید. با توجه به تحولات اخیری که در معادلات جهانی ایجاد شده، موقعیت استراتژیک ایران در منطقه تثبیت شده، الان من فکر میکنم به اعتقاد خیلی از کارشناسان که مناطق آزاد میتونن نقش بسیار مؤثرتری در توسعه اقتصادی داشته باشن، به خصوص در ارتباط بین سرزمین اصلی و معادلات جهانی. کاملا درسته. الان این صدمه نمیبینه با این؟ قطعا آقای جمشیدی صدمه میبینه. ببینید اصلا مناطق آزاد تو دنیا تو تعریفشون اومده که بایستی تا اونجایی که امکان داره از مباحث دیوان سالاری فاصله بگیرن. بله. یعنی بایستی مقررات در اونجا به حد اقل ممکن خودش برسه، بایستی مناطق آزاد چابک باشن، بتونند اون رول بین‌المللی خودشون رو در سرزمین اصلی داریم. خب شما الان میایید باز هم با این کار مناطق آزاد رو درگیر مسائل اداری، پیچ و خم‌های اداری، دیوان سالاری میکنید. خب این دیگه نمیتونه نقش خودش رو اونجور که شما تعریف کردید تو قانون گذار، تو قانون مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اهدافی رو واسه این مناطق آزاد در نظر گرفتن که هرچی بیشتر نیاز دارن که سبک بشن، هرچی چابکتر راحتتر میتونن به اهدافشون برسن. این مسئله هستش. چرا دوباره اصلا این بحث اوج گرفت، به خصوص با این مقدماتی که در خصوص قاچاق کالا در مناطق آزاد رو عنوان کردن، بعد اخیراً دوباره بحث فروش زمین در مناطق آزاد رو مطرح کرد؟ آیا اینها در اصل ماهیت مناطق آزاد مسائل اساسی هست یا اینکه اینها غیر کارشناسیه؟ نه ببینید آقای جمشیدی، اون بحثی که الان تو مجلس شد، گفتن که ما وقتی که مناطق آزاد رو در قالب وزارتخونه قرار بدیم، وزیر مربوط پاسخگو هستش به مجلس.
حالا شاید همین بحثایی که شما مطرح کردید، بحث قاچاق، بحث زمین و اینها، شاید با اینکه اصلا چون این چیزی هم در مناطق آزاد نمیتونه وجود داشته باشه، اصلا من بحث قاچاق رو در مناطق آزاد به طور کلی رد میکنم و اثبات میکنم که اصلا مناطق آزاد نمیتونم با قاچاق بله هرچند وقت یه بار بله مطرح میشه. یا بحث زمین، اصلا ما دیگه مسئله‌ای به نام زمین در مناطق آزاد نداریم. فروش زمین صرفاً به طرح‌ها و پروژه‌ها هستش و بر اساس ضوابطی که باعث اون فرایند طی بشه تا زمین به طرح اختصاص داده میشه. یعنی دیگه اصلا بورس بازی زمین ما تو مناطق آزاد نداریم. مناطق آزاد مثل شهرک‌های صنعتی در مورد زمین اقدام میکنن، زیر ساختار رو آماده میکنن، در اختیار طرح قرار میدن، نه در اختیار افراد قرار میدن. یعنی اگر طرح اجرا نشود به خودی خود قرارداد فسخ میشه. چند تا پروژه هایی که فسخ دو زمین فسخ پروژه شهر دریایی خلیج فارس اون دیدی که شرکتی که خیلی بزرگ بوده آلمان آوردن، یعنی همون گل شرق بود و اینا. بله بله. همه اینها چون که نتونستن به تعهداتشون عمل بکنن در سازوکارهای اداری اینها رو حذف کردند و فسخ شده قرارداد و زمین به سازمان برگشته تا به افراد فعال دیگری بدن. ولی در هر صورت ببینید این حرفم نمیتونه حرف درستی باشه که برای اینکه ما پاسخگو بکنیم مسئول یک سازمانی رو در قبال نماینده های مجلس بیایم این رو در قالب یک وزارتخونه قرار بدیم. اگر اینجور باشه پس سازمان تربیت بدنی، سازمان محیط زیست، بانک مرکزی، همه اینها بایستی بشن وزارتخونه تا وزیرشون پاسخگو باشه. خب به آیا برای مجلس رفع این مشکل راهکار دیگه ای نمیشه پیدا کرد برای این نظارتی چرا؟ که مجلس بله در واقع خواهانش هست؟ آیا واقعا اینطور بوده که مناطق آزاد پاسخگو نبودن که حالا بخوان این قوانین؟ اصلا ببینید آقای جمشیدی، یکی از کارهای نظارتی در مناطق آزاد حضور دستگاه های نظارتی در مناطق آزاد هستش. یعنی الان شما سازمان بازرسی در مناطق آزاد حضور داره، یعنی به صورت رسمی حضور داره و همه کارها رو رصد میکنه. دیوان محاسبات به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی کشور که نظارت قوه مقننه به عبارت بهتر مجلس شورای اسلامی در مناطق آزاد است، الان در مناطق آزاد مستقره دیوان محاسبات. بله. یعنی تمام کارکردهای مناطق آزاد به لحاظ مالی زیر نظر دیوان محاسبات هستش. خب یعنی به طور کلی نظارت در مناطق آزاد وجود داشته. ولی در هر صورت این کلام رو بگم، حالا شما بحثای دیگه‌ای دارید مطرح بفرمایید، در خدمت شما هستم. اگر این مصوبه به تصویب به تایید شورای محترم نگهبانم برسه، من مطمئن هستم که چون که قانون شده، دولت از اونجایی که خودش رو قانونمند میتونه و بسیار بسیار هزینه پرداخت کرده راجع به این موضوع که اجرای قانون در رأس کارهای دولت آقای دکتر روحانی هستش، من فکر میکنم بدون کم و کاست این مصوبه قانونی رو دولت اجرا خواهد کرد. بله. و خود سازمان های مناطق آزاد، دبیرخانه شورای مناطق آزاد، خب همه از این موضوع تبعیت خواهند کرد. اقتصاد ملی، منافع ملیمون هست، آیا این صدمه ای به مناطق آزادمون نمیزنه؟ به خصوص در مسیری که الان قرار گرفته، چون وقتی که زیر ساختا در مناطق آزاد هرچقدر تکمیل تر میشه، سرعت و رشد اقتصادی خودشو بیشتر نشون میده. این صدمه هاتش قطعاً ببینید، بذارید من سوال شما رو یک جور دیگه هم تفسیر بکنم. ببینید ما یکی از مشکلات اساسی مناطق آزاد ما از ابتدای تأسیس تا الان عدم شکل‌گیری یک اجماع و تفاهم ملی بود که در حوزه مناطق آزاد ما این تفاهم رو نداشتیم. خیلی بعضی از مواقعی که یک تفاهم نسبی ایجاد میشد، روند کار در مناطق آزاد هم خیلی خیلی تسریع میشد. بله. یکی دو سال گذشته که سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و به صورت صراحتن در بند 11 وظایف مناطق آزاد در اونجا مشخص شد و مناطق آزاد به توسعه عمل فراخونده شدن در 4 تا مؤلفه‌ای که در این سیاست ها اومده،
به نظر من ایجاب میکنه که اختیارات مناطق آزاد بیشتر از اینی که الان هستن بشه. بله، یعنی من اگر جای مجلسی ها بودم اختیارات بیشتری رو در اختیار مناطق آزاد قرار میدادم. اگر سازمانی رو هم تأسیس میکردم میگفتم آقا اینا سازمانی بشوند زیر نظر ریاست جمهوری و بتوانند در دولت هم حضور داشته باشند، یعنی اختیاراتشون گسترده تر، بتونن از خودشون بیشتر دفاع بکنن، مزیت های بیشتری رو به مناطق آزاد بکشونن و میتوانستیم ما بهتر و زودتر. ببینید همین امسال آقای جمشیدی در ادامه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مأموریت مناطق آزاد این هستش که 30% به صادراتشون اضافه بکنن. خب این یک سری ابزار و اهرم هایی میخواد. در واقع لایحه چیزی هم که ایجاد مناطق آزاد جدید و مناطق ویژه اقتصادی هم توسط دولت به مجلس ارائه شد. نمیدونم این بحث از نظر کارشناسی خیلی حرف درستی زدید شما، چه تأثیری داره با توجه به اینکه ما باید بپذیریم که امروز وارد یک عرصه جدیدی در پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه اقتصادیمون داریم، به خصوص در ثبات سیاسی و چیزی که در منطقه برامون ایجاد شده. اینها واقعا باید یه مقدار دقیق‌تر نگاه شه و نگاه منافع ملی حاکم بشه بر نگاه های دیگه، به خصوص نگاه های کارشناسان بیرطرف در این حوزه. کاملا آقای جمشیدی شما به نکته جالبی توجه دادید بینندگان محترم رو. من فقط ادامه بدم بحث شما رو. این پیشرفت هایی که شما میگید که اصلا نمیشه اونا رو انکار کرد. بله. یعنی من سال 71 رفتم چابهار، الان بله. چابهار اون زمان نرخ رشد جمعیت منفی داشت، یعنی مهاجرت بیشتر از بله. افرادی بود که در اونجا مقیم بودن و این روند داشت تشدید میشد. با ایجاد منطقه آزاد الان 3-4 برابر شد جمعیت چابهار. الان شما بدون کوچکترین تردیدی آقای جمشید من میتونم بگم چابهار گل سرسبد شهرهای استان سیستان و بلوچستان هستش. اصلا تو شرق کشور ما جایی به زیبایی و کارهایی که در منطقه آزاد انجام شد و بسیار منم شاهد بودم واقعا. شما بیاید کیش رو که حالا همه میشناسند و بهتر میدونن چه کارهای بزرگی در کیش انجام شد، در قشم شما نگاه بکنید، قشمی که در سال 71-70 شما ببینید یک قشم عقب افتاده محروم از حداقل امکانات بوده، الان واقعا شما ببینید قشم حیات رو در اونجا میبینید، زندگی رو در اونجا میبینید. اصلا شما میتونید هفته ها در قشم بمانید و از زیبایی های قشم، از کارهایی که در اونجا شده لذت ببرید. در اروند آقای جمشیدی، در اروند، در ماکو که شما اشاره کردید، در عرس، واقعا شما عرس 10 سال پیش رو نگاه بکنید، با عرس فعلی رو، انزلی رو شما نگاه بکنید، همه این کارهای بزرگی در انجام میشه. اگر در قالب وزارت خونه بود حتما این کارو انجام نمیشد. خب، چون که اینها از همون بحث اولی که گفتم از دیوان سالاری کشور خارج شده بودند و مقررات به حداقل ممکن خودش در اونجا رسیده بود، آقای جمشیدی تونستن یه خورده بلند پروازی بکنن، پروازی بکنن، حرکاتی رو انجام بدن، باعث آبروی کشور بشن. و اگر اینها مطمئن باشید در مقررات داخلی میخواست انجام بشه، حتما این کارها. شما ماکو رو نگاه بکنید، خب ماکو که الان 3 سال تقریبا با عمر همین دولت شکل گرفته، شما نگاه کنید دولت ماکوی 3 سال پیش و با ماکوی امروز، واقعا الان گردشگرانی هستن که میرن اونجا و امکاناتی اولیه اونجا فراهم شده، فرودگاه اونجا زده شد، الان بزرگراه زده شد، مجتمع‌های بزرگ، کار پایانه صادراتی که در اونجا انجام شد. آقای جمشیدی واقعا دارم میگم الان بسیار بسیار کارهای بزرگی در مناطق آزاد شد با همه این موانعی که معمولا در پیش پای مناطق آزاد همیشه وجود داشته، بخشی نگرانی‌هایی که بوده، اذیت و آزاری که می‌شدند. در واقع خیلی از کارشناسا یا خیلی از کسانی مثل من به عنوان یک شهروند این هستش که این تغییر و تحولات‌ها صدمه‌ای به این روند توسعه‌ای که ایجاد شده نزنه.
خب الان بس رو این هستش که در واقع مدیریت های مناطق آزاد با این فضایی که ایجاد شده، با این هجومی که سرمایه گذارا و کارآفرینا داشتن به مناطق آزاد، اینها تزلزلی در اونها ایجاد نشه. بدونین چون امروز نتیجه سالها تلاش و تازه فعالیتی که تازه داره به بار میشینه، این چیزی که هستش که من به عنوان یک روزنامه‌نگار توقم یا به عنوان یک شهروند از مجلس محترمم این هستش که از این نگاه هم، از این منظر هم به موضوع نگاه، بکنن، بیشتر کارشناسی این رو بررسی بکنن. هرچند که الان مصوبه مجلس انجام شده و رفته به شورای نگهبان. در کنار این آقای دکتر نفرمودین این بحث ایجاد مناطق آزاد جدید اینا هم من که میگم. در مناطق خاصی هم برنامه‌ریزی شده، اونا هم توضیح میدم اگر اجازه بدید. اون بخش اول صحبت شما رو من کامل بکنم. ببینید ما امیدمون این هستش که با توجه به تعارضات و تناقضاتی که این مصوبه با خود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه داره، ببینید در قانون مناطق آزاد هیئت وزیران همه کار هستش، بله. یعنی سیاست گذاری مسئولیتش با هیئت وزیرانه، بله. در اونجا یه ماده شیشی داریم که هیئت مدیره مناطق آزاد توسط هیئت وزیران تعیین میشه، مدیر عامل توسط رئیس جمهور منصوب میشه، بله. یه سری تناقضات و تعارضاتی خواهد داشت که این اگر بره زیر چتر یک وزارتخونه چه اتفاقاتی میفته. من فکر میکنم اگر شورای نگهبان این رو اشکال نگیره و این مصوبه پادار بشه و ابلاغ بشه، ما فکر میکنم با هماندیشی که با وزارت اقتصاد دارایی خواهیم داشت و با دولت و با مراجع ذی‌صلاح دیگه بایستی بشینیم که این محدودیت ها و این مشکلات رو به حداقل خودش برسونیم. یعنی اون چیزی که شما فرمودید اصل هستش که این موتور به حرکت در آمده مناطق آزاد صدمه نبینه، سرعتش کمتر نشه. بهترین راه این هستش که ما بشینیم سازوکارهایی رو در نظر بگیریم، تدابیری بیاندیشیم که این اجرا با حداقل مشکل مواجه بشه و نظر قانونگذار هم تضمین بشود. بخش دوم صحبت شما راجع به مناطق آزاد جدید هستش که خدمت شما عرض بکنم 7 منطقه آزاد الان در مجلس لایحه‌اش تقدیم شده، 3 سال هستش، حدود 2.5 سال هستش که از اولین منطقه آزاد جاسکی که ما پیشنهاد کردیم میگذره، سالیان بعد مناطق دیگه بهش اضافه شدن. ما الان در حال تهیه نقشه مناطق آزاد هستیم که بعد از تصویب دولت به کمیسیون اقتصاد مجلس داده بشه که بتونه اون روند قانونی خودش رو طی بکنه. همزمان با 7 منطقه آزاد 12 منطقه ویژه اقتصادی هم به جمع مناطق ویژه اضافه میشن که اون هم با همین لایحه 7 منطقه آزاد الان در مجلس مطرح هستش. این 7 منطقه آزاد هم برای بینندگان تیوی پلاس من عرض بکنم که این 7 منطقه هم با سیاست هایی که دولت تدبیر امید در پیش گرفته بر این مبنا که توسعه مرزها، توسعه منطقی و تعامل مؤثر با جهان نزدیک با کشورهای همسایه رو هدف گرفته، این 7 منطقه هم در نقاط مرزی برای توسعه مرزها و همین ارتباطی که گفتم با همسایه ها اجرا بشه که این 7 منطقه اگه بخوام از جنوب شروع بکنم، اولیش منطقه آزاد جاسک هستش در استان، بسیار مهم هستش برای صنایع انرژی بر، برای ارتباط با کشورهای نزدیک ما در حوزه خلیج فارس، از بخش بزرگی از سواحل ما که ظرفیت بزرگی هستش و بنا به دستور مقام معظم رهبری که فرمودن گنج پنهان هستش سواحل مکران. انشالله بتونیم با ایجاد منطقه آزاد نظرات ایشون رو ما بتونیم محقق بکنیم و اونجا میدونید که در نزدیکی میادین و مخازن انرژی کشور هستش، میتونه صنایع انرژی اونجا بسیار شکل بگیره و ما که توجه بیش از اندازه به خلیج فارس کردیم و در این سالیان گذشته از مزیت‌های دریای عمان و سواحل عمان یه خورده ما غفلت کردیم، بتونیم این غفلت رو تا حدودی جبران بکنیم. آقای دکتر به عنوان آخرین سوال که البته امیدواریم باز هم بیشتر شما رو 3-4 منطقه رو بگم اگر بله بفرمایید. بله دو بله منطقه آزادی که الان در مجلس مطرح هستش منطقه آزاد بوشهر هستش
که باز هم این بیشتر پیشنهاد کشور قطر بود که اگر شما به ایران گفته اگر شما بتونید یک منطقه آزادی در بوشهر ایجاد بکنید، ما برای بازی 2022 که مسئولیت جام جهانی رو قطری ها به عهده دارن تدارکاتمون رو از بوشهر تامین خواهیم کرد، بخشی از نیازهاشون رو هم در مسائل ساختمانی و هم در مواد غذایی که هر دوی اینها در استان بوشهر و استانهای همجوار فراوان یافت میشه و بسیار از مواد غذایی ما میدونید که زمینهای کشاورزی ما متاسفانه از بین رفته یا محصولاتش متاسفانه به دلیل حمل و نقل، گرانی حمل و نقل از بین میره سالها، این میتونه بیاد و بسته‌بندی بشه و به کشور قطر داده بشه. منطقه آزاد بوشهر رو ما تعریف کردیم. برای ارتباط با بخش میانی کشور عراق مهران رو در نظر گرفتیم که مهران میدونید مرز بسیار فعالی هستش، هم کالا هستش هم مسافر هستش. ما حتما در رابطه با تأمین نیازهای بازار میانی کشور عراق مهران رو خواهیم داشت. در شمال عراق با اقلیم کردستان ما منطقه آزاد بانمریوان رو تعریف کردیم که حتما میتونه خیلی کارساز باشه. برای ارتباط با کشور آذربایجان ما منطقه آزاد اردبیل رو در نظر گرفتیم. در شمال استان اردبیل میدونید تنها راه ارتباطی گمرکی ما با کشور جمهوری آذربایجان مرز بیل سوار هستش، در شمال بله در شمال اردبیل هستش که ما یک سر این منطقه آزاد رو بیل سوار و گرمی و سر دیگر هم کشت و صنعت پارس و مغان در نظر گرفتیم که یک همچین محدوده ای رو در شمال استان اردبیل در بر میگیره. ما در ضلع شرقی شمال شرقی در ضلع شرقی ما دریای خزر ما منطقه آزاد اینچ برون رو در نظر گرفتیم که قرار هستش با کشور ترکمنستان ارتباط برقرار بکنه. الان میدونید ما رابطه ریلی مون بله ارتباطات هستش. الان رابطه ریلی ما با ترکمنستان هم ریل عریض هم ریل نورمان برقرار هستش و ما میخوایم یه جوری به معادن و به جدول مندلیوف این منطقه کشور قزاقستان دسترسی پیدا بکنیم، بتونیم مواد اولیه رو از اونجا بیاریم و بشه. آخرین منطقه آزاد هفتگانه ما برای ارتباط با کشور افغانستان هستش، در سیستان شهرستان زابل و در مرز میلک که ما این منطقه آزاد رو اونجا خواهیم داشت برای ارتباط با افغانستان و از یک سر چابهار و سر دیگر هم افغانستان. یعنی طیفی که ما این هفت منطقه آزادی که در نظر با توجه به این فرمایشاتی که داشتین آقای دکتر، یکی از آرمان‌های بزرگ در واقع ملی ما بحث تکمیل ترانزیت و فعال شدن خطوط ترانزیتی کشور که این تحولات که در مناطق آزاد ایجاد شد و با این برنامه‌هایی که پیش بینی شده پازل ترانزیت ما تکمیل خواهد شد که این یک اتفاق بزرگ اقتصادی هست. خیلی از کارشناسا معتقدند در واقع که تکمیل خط ترانزیتی و فعال شدن خط ترانزیت ما درآمدی بالاتر از نفت هم حتی برای کشور خواهد داشت. ما خطوط ریلیمون سالهای سال توسعه پیدا نکرد، باز مناطق آزاد اولین تحرکات رو ایجاد کردن، مثل چابهار، مثل منطقه آزاد انزلی اتصال خطوط آهن رو کلید زدن، اتصال شرق به غربمون و همه این اتفاقات، همه این برنامه‌ریزی‌ها نشون میده که مناطق آزاد نقش کلیدی خواهند داشت. فقط نگرانی من و نگرانی بسیاری فعالان اقتصادی این هستش که این تغییرات صدمه‌ای به این روند توسعه‌ای نداشته باشه. شما این نظر رو تایید می‌فرمایید؟ من کاملا با نظر شما موافق هستم. بحث یکی از مزیت کشور ایران اصلا از قدیم الایام، بله، از زمانی که جاده ابریشم شکل گرفت اون مزیت ترانزیتی کشور ماست. نمیتونیم در جایگاه قرار گرفته که میتونه شمال رو به جنوب و شرق رو به غرب، بله، ارتباط بده و متصل بکنه.
لذا نمیتونیم ما از این غافل بشیم. ظرفیت ولی بزرگ. و این فکر میکنم یکی از وظایف و مأموریت های مناطق آزاد جدید هم همین تکمیل. این پازل رو میخواد تکمیل بکنه و فکر میکنم اگر شورای نگهبانم این مصوبه رو تایید بکنه قطعا اونقدر به نظر من تدبیر در کشور وجود داره که نخوان وقتی خدای نکرده محدودیتی در کارها ایجاد بشه. خود وزارت امور اقتصادی با اینکه با این مصوبه اصلا میدونید که رسما هم مخالفت کرده بود بله. ولی الان که چون وظیفه‌اش هستش که این رو اجرا بکنه حتما با ارتباطی که با دبیرخانه شورای عالی با مناطق آزاد و همچنین دستگاه‌های زیربط داره حتما فکر میکنم تدبیری خواهند اندیشید که این مشکلات رو به حداقل خودشون برسونن. من خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم در خدمت هستم. باز هم شما رو ببینیم حتما هر موقع بفرمایید در خدمت شما هستم با کمال میل. گروه اقتصادی تی وی پلاس از آقای دکتر آهنگران تشکر میکنه و ما در واقع اعلام میکنیم که به سهم خودمون توقع داریم و قبل از اینکه شورای نگهبان این مصوبه رو تایید بکنه اینکه نگاه کارشناسی به این موضوع بزرگ ملی که میتونه نقش مهمی رو در توسعه اقتصادی ما داشته باشن و تی وی پلاس آماده هستش که نظرات کارشناسا و صاحب نظران و مسئولان این حوزه رو بیان بکنه.